با بهترین درودها محضر شما بینندگان ایران فردا و مشتاقان عرصه خبر و تحلیل های سیاسی 20 دقیقه با برنامه شامگاهی صفحه یک می این برنامه های خبری تحلیلی امشب دوشنبه سیوم شهری ماه ایرانی را از تلویزیون ایران فردا در صفحه یک امشب ورق می زنیم صفحاتی از سیاست اجتماع اقتصاد و امنیت در آینه مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا. نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب حضور آمانو رئیس سازمان انرژی اتمی جهان در مجلس ایران و بازدید نمادینش از پارچین باستاب تازه ترین اظهارات محسنی اجدعی در خصوص پرونده های فساد مالی در نظام جمهوری اسلامی از جمله تمدید بازداشت موقت حمید بقایی معاون احمدی نژاد و طرح قتل بابک زنجانی ایادت علی خامنه ای رهبر ایران با چند جانبازه بر جای مانده از ایام جنگ هشت ساله ایران و عراق و موجی از کنش های انتخاباتی در قطب های قدرت برای حضور در دو انتخابات پیش روی در ایران البته اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه سیوم شهری ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه برگزیده حضور یک روزه آمانو بر صدر همه رسانه ها جای داشت در این میان دو طیف روزنامه های موجود در کشور با خانش های سیاسی خود به انتشار مطالب مختلف پرداختند. در کمپ اصلاح طلبان این دیدار تا حدودی با استقبال و خوش خاص تحریر و منتشر شد و از برخی از کنش های مدیر کل آژانس نیز تحسین گردید. از جمله روزنامه آفتاب یزد تمام نیم صفحه اصلی را به این موضوع اختصاص داد و از حضور آمانو در مجلس نوشت که آمانو به مجلس ایران هم اطلاعات نداد و محرمانه ها ماند محرمان اما روزنامه های منتقد توافق هسته ای و عمدتا منتقد دولت روحانی با اما و اگر و تشکیک و شبه های بیشمار کشیدن حتی حضور ایشان را نیز به نحوی از آنها به چالش بکشند. از جمله روزنامه وطن امروز تمام نیم را به دیدار حسن روحانی و آمانو اختصاص داد و با اشاره به این نکته حسن روحانی مبنی بر اینکه پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا می کنیم تذکر داد که آژانس منصف باشد در سوی دیگر روزنامه کیهان و به نهاد رهبری ایران نیز از مطالبات پنجگانه کمیسیون برجام از مدیر کل آژانس نوشت و در بخشی از این مطلب خود با اشاره به مجادله زاکانی با آمانو به گفته های علی رزا زاکانی رئیس این کمیسیون اشاره کرد که از آژانس انتقاد کرده و گفته بود زمانی که سوخت 20 درصدی رکتور تهران رو به پایان بود آژانس به ما کمک نکرد و مجبور شدیم خودمان آن را تأمین کنیم گویا در این هین یوکیو و آمانو نیز گفته است در آن سال تلاش خود را برای تسهیل این موضوع انجام دادیم اما متاسفانه این توافق به موقع حاصل نشد و نتوانستیم از این طریق با کمک کشورهای دیگر موضوع را حل و فصل کنیم باید تاکید کنم که کشورهای دیگر موافقت نکردند و این موضوع ارتباطی با آژانس ندارد بنابر گزارش روزنامه های مختلف همینطور خبرگزاری های داخل ایران آقای آمانو در ادامه این نشست ابراز امیدواری کرد که پس از اجرایی شدن توافق این کار در راستای همکاری های فنی صورت گیرد مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد این نهاد به مسائل محرمانه احترام میگذارد و آن را جدی تلقی میکند ایشان تأکید کرد که پروتکل الحاقی همانطور که در مورد 120 کشور دیگر عضو در مورد ایران نیز بدون تبعیض یا مورد استثنایی خاص اجرا خواهد شد بر اساس گزارش روزنامه های امروز تهران آمانو دیداری تشریفاتی نیز از تأسیسات پارچین انجام داد آقای آمانو پیش از شرکت در نشست کمیسیون برجام گفته بود در صورتی حاضر به پاسخ دادن به پرسش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که این دیدار بدون حضور دوربین های تلویزیونی انجام شود خبرهایی از گفته های اولیه در مراسم خوشامدگویی اعضای کمیسیون مجلس و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز منتشر شد که از جمله در ستون هواشی بسیاری از روزنامه‌ها باستاب داشت از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که آقای آمانو اصر روز 29 شهریور ماه دیداری تشریفاتی از تأسیسات پارچین کرده است بهروز کمالوندی گفته بود در این بازدید آمانو از برخی نقاط کارگاهی این مجموعه که ادعاهای واهی در خصوص آنها مطرح بود به ویژه روند تعمیر و بازسازی جاده دسترسی به صد معمولو در جوار پارچین که در اثر بارندگی های اخیر نشست کرده دیدن کرد تأسیسات پارچین همانگونه که بیشین شما بینندگان عزیز نیز مستحضرید از مراکز نظامی است که گفتگو در مورد نظارت بر آن و یافتن پاسخی برای فعالیت های انجام شده در آن بخش مهم و حساس از مذاکرات اتمی رو در بر گرفته بود ادامه می هم با سایر خبرهای برگزیده امشب از صفحات روزنامه های امروز ایران حضور آیت الله علی خامنه ای در یکی از بیمارستان های تهران و بازدید از جانبازان نیز بر صدر صفحات بسیاری از روزنامه های نزدیک به طیف رهبری ایران جای داشت عمدتا نیز با واژگانی حماسی و استورهای به توصیف مقام علی خامنه ای کوشیدند از جمله روزنامه جوان وابسته به ارگان سپاه پاسداران که با عبارت دیدار یار با پاسداران ایستادگی تنظیم کرده بود ادامه خبرها و نظرها برگرفته از آخرین و تازه ترین مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران بابک زنجانی و همینطور حمید بقایی دو چهره شاخص مورد اشاره در تازه ترین اظهارات محسنی اجرایی بودند که در سطح وسیعی در روزنامه های امروز باستاب داشتند. بر اساس گزارش روزنامه های ابرار، روزنامه شرق، ابتکار، اعتماد و بسیاری دیگر از روزنامه های امروز غلام حسین محسنی اجرایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی شدن آیا برگزاری دادگاه به این صورت ممکن است در پاسخ به این خبرنگاران این گونه جواب داد که تشخیص علنی برگزار شدن یا غیر علنی بودن دادگاه بر عهده قاضی است حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود انتشار جزئیات آن تا قبل از قطعیت حکم ممکن نیست ایشان ادامه داد که من به عنوان یک فرد مدافع این هستم که دادگاه علنی برگزار شود ولی قانون اجازه این امر را نمیدهد سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره این موضوع که بررسی اموال بابک زنجانی به کجا رسید گفت که مطالبی که در این زمینه در جلسات قبلی گفتم هم همان است وکالت های از متهم به شرکت نفت داده شده و از طرف قوه قضاییه نیز نظارت می شود تا اموال کارشناسی شوند تا اگر می خواهند اموال را بابت طلب خود بردارند یا بفروشند این امر محقق شود اجعی درباره این موضوع که گفته شده کسانی میخواهند بدهکار نفتی را بکشند این گونه جواب داد این حرف ناسحی است و موجب تشویش از حان عمومی می شود برخی از مطالب که نسبت به این متهم یا متهمان دیگر گفته می شود صحیح نیست و اگر آنها شاکی شوند گوینده این مطالب قابل تعقیب است لازم به توضیح است که دیروز روزنامه های دیروز به نقل جهانگیری نوشتند که آقای زنجانی گردن کلفتی می کند. محسنی اجی در ادامه اشاره می کرد که مطالبی که در مورد این پرونده گفته شده از سوی سیستم های اطلاعاتی و انتظامی مطرح نشده و کسانی که این حرف ها را می یا بدون دلیل آن را می که این موضوع تشویش از است و اگر خدای نکرده خودشان قصدی داشته باشند می که ذهن‌ها را متوجه جای دیگری کنند معاون اول قوه قضاییه ایران درباره اینکه آیا حمید بقایی همچنان در باز داشته است گفت ایشان هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت موقت وی نیز تمدید شده است محسنی اجرایی از بیان جزئیات بیشتر در این زمینه یعنی به طور مشخص در خصوص آقای بقایی خودداری کرده بود و جالب اینجا که همه این خبرهای دستگیری ها و بازداشت ها و فسادها ها تمدید بازداشت‌های مردان،, مردان احمدی نژاد در حالی است که در تازه ترین خبرها از انتقاد یک فرمانده سپاه از هزینه های میلیارد دلاری احمدی نژاد نیز خبرهایی می‌خواندیم سردار سید حسن مرتضوی دیروز یک شنبه در نشست هماندیشی با جامعه کارگری خراسان شمالی استان اظهار کرد ما آن 700 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را خرج کردیم بدون اینکه اتفاقی از لحاظ اقتصادی در این کشور رخ دهد به گزارش منابع خبری ایران و برخی از روزنامه ها ایشان اضافه کرد الان آن 700 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور که در دولت احمدی نژاد رئیس دولت نهم نه و دهم ده به دست آوردیم کجاست این سردار سپاه افزود اگر ما نتوانیم واقعیت های اقتصاد کشور را درک کنیم نمیتوانیم هیچ کاری انجام دهیم کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با تازه هایی از روزنامه های امروز دوشنبه سیوم شهری ور ماه ایران گمانه ها بر صحن مجلس خبرگان رهبری از جمله موضوعات مهمی است که هر روز سویه های تازه ای در روزنامه های بیشماری میگیرد و در تازه ترین تحلیل و ها در قوقای رقابت های خاموش و گاه روشن فاقه ها برای دستیابی به کرسی های مجلس خبرگان قطب هاشمی رفزنجانی به طور سازمان یافته تری تلاش دارند افکار عمومی را برای به ریاست نشاندن این فقیه این روزها متحول شده آماده تر سازند در این میان روزنامه ابتکار در مطلب اصلی شماره امروز گمانه زد که آیت الله به صندلی ریاست باز می گردد که به چیدمان احتمالی ترکیب خبرگان دور آتی نظر داشت و نتیجه گیری کرد که هاشمی رفسنجانی شانس و بخت بالایی برای کرسی ریاست دارد بر اساس تحلیل و واکاوی روزنامه ابتکار روزنامه تا حدودی نزدیک به طیف تحول خواهان اعتدال گرایان و اصلاح طلبان لیستی شامل علی اکبر حاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، حسن خمینی، مجید انصاری، محمود علوی، همین وزیر اطلاعات و عضو فعلی مجلس خبرگان، علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات، سید هادی خامنه ای نماینده سابق مجلس خبرگان، علی اکبر محتشمی پور نماینده سابق مجلس خبرگان و تعداد بیشمار دیگری از این فقه هایی که به نحوی از آنها در اردوگاه اصلاح طلبان جای میگیرند به همچون موسوی تبریزی، هاشمزاده حریسی، محمد علی شهیدی و سید محسن خرازی محمد جواد فاضل لنکرانی و علوی بروجردی را در اختیار دارند که در صورت کاندیداتوری به زمین روزنامه ابتکار شانس بالایی برای حضور در مجلس خبرگان خواهند داشت از آنجایی که در میان ترکیب فعلی مجلس خبرگان و حتی چهره های منتسب به اصولگرایان این مجلس نیز حامیان هاشمی رفسنجانی حضور دارند دور نیست که رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام بار دیگر نشستن بر صندلی ریاست خبرگان را تجربه کند و رقم میزنم ادامه میده هم در سایر چکید یادداشت ها و تحلیل های روزنامه ها مرور میکنیم با موضوعاتی دیگر روزنامه شرق سوریه و تحولات مترتب و محتمل در این کشور پس از اجماع نسبی جهانی میان روس و آمریکا را موضوع یادداشت اصلی خود برگزید شرق در یادداشت تحلیلی اصلی امروز به عنوان راه ناگزیر همگرایی در سوریه به قلم محمد علی صابحانی مدیر کل پیشین خاور میانه وزارت خارجه ایران در تحلیل خود معتقد بود که نوعی هماهنگی زمینی میان روسها و ایالات متحده درباره سوریه شکل گرفته و در چند گفتگو میان دو وزیر خارجه و البته تماس وزرای دفاع دو کشور اشتراکاتی به دست آمده است از منظر ستون نویس شرق بحران پناهجویان نیز در این میان توجه افکار عمومی جهانی را به خود جلب کرده و بیم از کنترل خارج شدن گروه های تروریستی و خونریز تکفیری هم مزید بر علت شده است این مقام مسئول وزارت خارجه ایران با اشاره به فعل و انفعالات روس ها در سوریه و اظهارات اخیر جانکری که گویا خواهان کمک همه گروه های از جمله ایران و روسیه برای به مذاکره کشاندن اسد شده بود در یک قیاس تطبیقی میان سوریه و شرایط ده سال پیش افغانستان نتیجه می گرفت یکی از پیشنهادات ارائه شده گرد هم آمدن نیروهای نظامی غیر تروریست و ارتش سوریه برای دست یافتن به یک نقشه راه در جغرافیای سوریه است طرحی شبیه لوی جورگه در افغانستان برای گرد آمدن بزرگان سیاسی مذهبی و تایفی در سوریه مد نظر قرار گرفت و اینکه در انتخابات پارلمانی امکان حضور این نیروها برای مشارکت در دولت آینده فراهم شود به زم ستون نویس روزنامه شرق به تحلیل اوضای سوریه پرداخت اقدام اخیر روسها در تشدید حضور نظامی در سوریه و اعتماد به نفسی که در اجرای این اقدام خود دارند حاکی از آن است که احتمالا طرف های غربی درگیر در ماجرا و ایران قبلا در جریان آن قرار گرفتند و یک پالس مشخص است که آینده سوریه در حال رقم خوردن است اینکه چه توافق بین روس ها و آمریکا در این بین صورت گرفت مشخص و معین نیست اما اقدامات حمایتی روسیه نشان می‌دهد برای مقابله با سقوط دولت مرکزی سوریه و نظم بخشی به شرایط موجود در نقاط مختلف این کشور ازم جدی تری وجود دارد و میزنم با روزنامه دیگر نکته جالب توجه این که روزنامه ایران نیز در ستون اول دفتر شماره امروز به موضوع سوریه پرداخت آن هم به قلم نویسنده مشترک محمد علی صابانی که البته در روزنامه ایران به عنوان سفیر پیشین ایران در لبنان از یاد شد و در شرق به عنوان مدیر کل پیشین وزارت خارجه مضمون و محتوا در این مقاله تحلیلی نیز بسیار به شرق شبیه بود به بحران سوریه از بد و امر پرداخت و تغییرات احتمالی را در راستای اظهارات جانکری و حضور روس ها پیش بینی می کرد نویسند البته هیچ اشاره به نقش ارتش بشراصد در کشتار شهروندان بیدفاع و نیز نقش نیروهای نظامی وابسته به شاخه برون مرزی بیت رهبری ایران به رهبری سردار قاسم سلیمانی در بقرنج در کردن سوریه نکرد همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با گزیده های از روزنامه های مختلف روزنامه اعتماد با چند مطلب اصلی راهی پیشخان نشریات شهر شد از جمله به نقل از وزیر راه دولت روحانی گفت که آزاد راه تهران شمال از ابتدا کج بود این مقام مسئول با انتقاد از روند ناکارآمد مدیریتی در ساختار دولت های جمهوری اسلامی به روزنامه اعتماد گفت آزاد راه تهران شمال از همان ابتدا یک راه کج بود که برای تعداد زیادی از دولت ها نیز مشکل آفرین شد این دومین بار است که وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم برای پروژه های معطل مانده دولتی از کلمات خاص استفاده می کند که نشان از عدم مدیریت صحیح بر پروژه های ذکر شده دارد ایشان در همان ابتدای وزارتش بر بخش حمل و نقل کشور مسکن مهر دستاورد احمدی نژاد را حتی با واژه مزخرف خان تا نشان ادم دهد عدم مدیریت صحیح موجب شده تا پاشنه آشیل دولت نهم و دهم به یکی از معضلات دولت بعد نیز تبدیل شود گویی که آزاد راه تهران شمال نیز بیش از دو دهه است که دولت های مختلف را به خود دیده و هنوز به نتیجه نرسیده و همینک وزیر راه دولت یازدهم قصد ندارد چون این پروژه را به سرمایه خارجی معرفی کند و درباره آن رسما گفت آزاد راه تهران شمال کج متولد شده است و پروژههایی که این چون باشند چندین دولت را به خود مشغول می کنند و ما هم به دنبال این نیستیم که پروژه های بیمعنا را در صحنه های بین المللی مطرح کنیم. و در وقت باقی مانده با روزنامه دیگر روزنامه قانون با اشاره به آخرین اظهارات محسنی اجعی موضوع اصلی رو به موج جدید فسادهای کشف شده از یک سو و لیست جدید متهمان در انتظار محاکمه احتمالی اختصاص داد روزنامه قانون با اشاره به این نکته اجعی که رسیدگی به اتهامات پنج مدیر بانک صادرات آغاز می شود به طور سریح با ذکر نام جهرومی وزیر پیشین کار دولت احمدی نژاد و از معتمدان جناه راست افراتی پس از دوم خورداد البته خبر از محاکمه رسمی جهرومی برای فساد سه هزار میلیاردی داد که در صورت محاکمه و متهم شدن و محکوم شدن این متهم در واقع ایشان چندمین شخصیت نزدیک به کابینه احمدی نژاد خواهد بود که به اتهام فسادهای سازمان یافته دولتی راهی اوین خواهد شد و با این مطلب برگزیده از روزنامه قانون وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله برنامه آن سوی خبر این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی دو دوباره و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا شامگاه خوش بامداد روشن آسمان آبی Бедрут.